نمایندگان و مهاجرین افغانستانی در پاکستان میگویند از مدتی قبل روند بازداشت مهاجرین افغانستانی که ثبت سازمان ملل هستند و یا ویزای حکومت پاکستان را دارند افزایش یافته است آنان با نگرانی از ادامه این وضعیت میگویند در مواردی افراد بازداشت شده پس از اخذ رشوه رها میشوند اما برخی از مهاجرین که اخیرا بازداشت شده از سرنوشتشان اطلاعی ندارند گفته می شود اکثر این بازداشت ها در ایالت های سند و بلوچستان پاکستان صورت می گیرد به گزارش, هم، به گزارش همکارم فاطمه موسوی توجه فرمایید پس از تسلط دوباره یه گروه طالبان در افغانستان هزاران تن از اخشار مختلف این کشور از ترس ظلم و شکنجه گروه طالبان مجبور به ترک خانه و کاشانشان شده و راه مهاجرت در پیش گرفتند در این میان تعدادی توانستند خود را به کشورهای اروپایی، آمریکا، و استرالیا و سایر کشورهای مهاجرپذیر برسانند. اما شمار زیادی از افراد در معرض خطر به ویژه هزاره و شیعیان افغانستان به کشورهای همسایه مثل پاکستان و ایران پناه بردند. بازداشت و رشوه از مهاجرین افغانستانی بدون مدرک قانونی در پاکستان حرف تازه‌ای نیست. اما اخیرا پلیس این کشور مهاجرانی که کارت حمایتی سازمان ملل و یا ویزای قانونی حکومت پاکستان را دارند نیز بازداشت و مورد شکنجه قرار می دهد، منیزه کاکر یکی از وکلای مهاجرین افغانستانی در پاکستان با نگرانی از این وضعیت میگوید که اخیرا آن عد مهاجرین افغانستانی از سوی پلیس پاکستان بازداشت شدهاند که یا ثبت سازمان ملل هستند و یا هم ویزای معتبر حکومت پاکستان را دارند خانم کاکر میگوید در دو ماه گذشته بیش از 1400 افغانستانی بازداشت شدهاند که از این میان 400 نفرشان مهاجرانی هستند که کارت پی او آر سازمان ملل متحد و یا ویزای پاکستان را داشتند اما به گفته ی وی باز هم پلیس آنان را بازداشت کرده یا اسناد آنها را ضبط کرده و یا از بین برده است در این میان شمار دیگری از مهاجرین افغانستانی در پاکستان میگویند نگرانی دیگر آنان بازداشت های هدفمند پلیس و استخبارات پاکستان است که هر از گاهی افراد را پس از شناسایی دستگیر و به جاهای نامعلومی منتقل می کنند. اخیرا گزارش های متعددی از بازداشت شبانه نظامیان پیشین دولت افغانستان به ویژه از قوم هزاره و شیعه در ایالت بلوچستان و شهر کویته به نشر رسیده است. چند تن از مهاجرین افغانستانی تازه وارد به پاکستان که از ذکر نامشان خودداری کردند به اخبار شیعه گفتند که در مسیر گذرگاه اسپین بولدک تا کویت ایستهای بازرسی پلیس پاکستان به دنبال هزاره ها و شیعیان هستند. در صورت شناسایی رشوه هنگفت مطالبه می کنند یا بدون هیچ گونه ملاحظه مهاجرین را بازداشت و یا مجبور به برگشت می کنند. فاطمه سادات موسوی اخبار شیعه